کوچه ایرانیان، بینندگان گرامی، درود فراوان بر شما. چهلمین سالگرد انقلاب ایران را سپری میکنیم. همانطور که در برنامه گذشته اشاره داشتم، این انقلاب که در اصل هدف قشر تحصیل کرده و آزادی خواه ملت ایران بود، به علت تکیه دادن به ملایی که در طول عمر خود از سازندگی چیزی نمیدانست، به بیراه کشیده شد. با لغت دیگر، جامعه متحول شده ما در آن زمان به دنبال ساز و کارهای لازم جهت دستیابی به یک جامعه آزاد و دموکراتیک بود که متاسفانه اشتباهات تکراری رژیم گذشته و فضای تنگی که به وجود آورده بود، البته برای روشنفکران و اپوزیسیون بی تجربه آن دوران، به اضافه ندانم کاری دولت آمریکا که اصلا شناخت درستی از خاورمیانه نداشت، که هنوز هم متاسفانه ندارد، و همه و همه در این مورد خاص دست به دست هم داد تا شخص ثالثی بیاید و بزند و ببرد. همچنان که میبینید، طی این 40 سال چگونه کشور ایران را قوم از پستو و مهراب در آمده زدند و بردند و همچنان سیر نشدند. به هر حال این سرنوشت مطلوبی نبود که ما دوچارش شدیم. و اما در برنامه قبل نشستیم پای صحبت دکتر علیرضا نوریزاده و او ما را در جریان چگونگی وقایع روزهای اول انقلاب گذاشت، مخصوصا اینکه چه عواملی باعث شد تا او به عنوان یک روزنامه‌نگار جوان در جریان وقایع مدرسه علوی که ستاد عملیاتی آقای خمینی و جلاد و آدمکش و سید صادق خلخالی بود قرار بگیرد. در برنامه قبل دیدید که این شانس چگونه سر راه علیرضا قرار گرفت، در حالی که بودن کسانی که خیلی بیش از او تجربه داشتند ولی خطر نمی کردند. یکی از عوامل پیروزی این است که شما در مسیر یک شانس قرار بگیرید ولی شهامت استفاده از آن را داشته باشید. البته نیاز به دانش و تیزبینی دارد. یک بار دیگر می نشینیم پای صحبت دکتر علیرضا نوریزاده تا برای ما از آن دوران و حتی کودکیش بگوید، دورانی که حتما بچه شیطانی بوده است. هیئت اعدامو که آورده بودن، چفیه فلسطینی به سرشون بسته بودن، برای همین یه عده شایعه کردن فلسطینی ها کشتن. اصلا فلسطینی اونجا نبود، همین آقای رضایی و اینا و رفیق دوست و این جماعتی که توی هم نقاشان و بقیه اینایی بودن که توی تیم اولیه نگهداری از آقای خمینی بودن، همه اینا بودن. یه افسرم نه، یک سرگرد نیرو هوایی هم بود، اونم بود که فرمان آتش و اینا رو میداد. بعد آقای ناجی رو آوردن، ناجی افتاد به دست و پا گریه که من بدی نکردم، من به مردم اصفهان که فرماندار نظامی بودم خوبی کردم، کجا بدی کردم، گریه میکرد که خیلی با وضع بد، همون شب نبود که همون شب با وضع فجیع کشتنش. بعد خسروداد اومد، خسروداد چکمه هاش انو پاش بود، شلوار مخصوص سواریش تنش بود، فرنجش هم تنش، دکمه ها رو بست، حالا یه تریشی داشت، گفت من افسر ارشدم، خودم فرمان تیر میدم، و ایستاد که همه به لرزه افتادن و فریاد زد هدف جاوید شاه پاینده ایران، و تیر رو زد رحیمی تمام آدم ها رو به تحسین واداشت، مثل شیر اومد، قد بلند رشید، سینه ستبر، و
و قدرتمندانه اومد اونجا ایستاد و نگاهی به اینا اثر تأخیر کرد، گفت جاوید شاه پاینده ایران برقرار پرچم شیر خورشید، رفت اونجا ایستاد و اینا گلوله بهش زدن، ولی ایستاده بودن دوباره زدن، دوباره گلوله زدن، افتاد زمین، رفتن بالا سر تیر رفیق دوست نه خلخالی زد. نمیدونستم خودش هم خلخالی زد، خلخالی واسطه بود اونجا، خلخالی زد با هفتیر، هفتیر تیر خلاص رو زد به رحیم، چون خیلی رحیم اینا رو عصبانی کرده بود، اون دلاوری که در برابر یزدی کرد، بله میدونم، اون شبی که دستگیر شد یزدی بهش گفت تو به بگو که تسلیم بشن، چون میترسیدم پلیس دستم، گفت اینا قسم خوردن باید به قسمشون پایدار باشن. فردوس نبود که بیاد اونجا جلسه تسلیم ارتشو با قره‌باغی را بنزه، نه اونجا ایستاد و گفت، و این آدم واقعا واقعا آدم عجیبه. حالا فکر کن شما آقای لیمونادی، همه شوکه، همین مادر کبیری گریه میکرد، ما پدر رضایی ها میلرزید، حالا ندیده بودن، ما چیزی ندیده بودیم در عمرمون، بندم با ما روزنامه‌نگار عکاس هم بغلم واسطه، رو برف و خون این جنازه رو عکس گرفت. یه دفعه آقای خمینی اومد بالا، چهار صبح پیر مرد اومد بالا که با چشم خودش ببینه، با چه لبخند رضایتی، ها والحمدلله به جهنم واصل شدن و رفت. همون پایین پله ها نماز شکر به جا آورد واسطاد که بقیه هم پشت سرش بود. خب این شد پایه قدرتش دیگه، و اینم بهتون سران ارتش رو تونست باز بخونه. بهتون بگم آقای یزدی اونجا نبود، حالا هر کی هرچی به یزدی میگه، در مراسم اونجا نبود، آقای ستادی خودشاهی نبود، با وجود که به منگو خودش رفت نبود، آقای رفسنجانی یا بهشتی یا اینا هیچ کدوم نبودن، از آخوندا فضل‌الله محلاتی بود، ربانی شیرازی بود، خلخالی بود و یکی دیگه هم بود که چهار تا آخوند بودن در مجموع اونجا. حسین خمینی نوه آقای خمینی هم اومد نگاه کرد، احمد آقا هم نگاه کرد، ولی خود خمینی اومد. حالا پزشک قانونی ماشینش آمبولانس اینا رو سوار کردن، پزشک قانونی، من و عکاس هم بلافاصله دنبالش رفتیم پزشک قانونی، این جنازه ها رو که توی جارو میذاشتن اونجا هم عکس گرفتیم. بعد به اون پسری که اونجا بود، عکاس ما رو میشناخت، تو حوادث بود، دوباره کشید بیرون، ما از اینا عکس گرفتیم از جاهای تیر خوردنش. آقای لیمونادی، من پنج و نیم مثل مرده رفتم روزنامه اطلاعات، جمعه پنج و نیم صبح زنگ زدم به صالحیار، خانمش گفت خوابه، گفتم بیدارش کن، صالحیار رو بیدار کردم، اومد چیه چه خبر، گفتم آقا دیشب این اعدام شده، من با عکس و تفصیلات اینجا، گفت علیرضا خدا نکشته چه جوری اینا رو گرفتی، گفتم من دارم، گفت بکوب منم میرسونم خودم. ما شرح اونجا رو نوشتیم، راجع به مقاومت رحیمی هم نوشتم، شرح اونجا رو نوشتم و خسرو داد، آماده کردم با عکس ها تو صفحه، چهار صفحه فوق‌العاده اطلاعات، 11:30 صبح ما دادیم بیرون، 1,000,000 تیراژ. من بعد از ظهر کیهانی ها شوکه، تازه کیهانی ها رفتن دنبالش، 3 بعد از ظهر اونها فوق‌العاده دادن، ما تا 3 بعد از ظهر 3 تا چاپ زدیم. حالا اگر بنده شرح اینو نمیدادم، کی می اومد میگفت رحیمی اونجوری جان داد، اینکه گفتن خسرو داد اونجوری جان، یک روزنامه‌نگار بودم شرح دادم، گفتم اگر ایدی امین هم باشه بعد که آدم خوره بعد رفت باش صحبت کرد، همچین چیزی برحال وقایع جالبی بود از این لحاظ که ما سابقه ای نداشتیم مثل این، درسته حتی در 28 مرداد که چندین افسر تیرباران شدن اینطوری نبود، اصلا چشم کسی باز نبود که اینطوری کشته میشن، خیلی عجیب و خیلی عجیب بود واقعا، یعنی برای همم دارم عرض میکنم که خمینی تعمد داشت، بله بله، چون خودش هم میگه رعب و وحشت بعد تولید کرد، به هر حال با این نیرنگ ها اومدن رو و به اونجا رسید. حالا به هر حال کار حساسی بود که شما کردی به عنوان یه جوان 26-27 ساله ژورنالیست ایرانی که میبینم دوربر هیچ کس این کار کن، من چشم باز بود به این قضایا چون عاشق وطنم بودم و به هیچ وجه روی خوشم با ملاها و اسلامیون تندرو نداشتم، اما جالب بود که میدیدم یک کسی داره این وقایع رو خیلی دقیق جزئیاتش رو مینویسه و این در کیهان دیده نمیشد. بعد تو با آقای اسپازادم گفتم خب آقای لیمونادی بذاریم وقت زیادم حرف زدم، ولی اینم برای دیگه من روزای جمعه گاهی میرفتم قم، آقای خمینی رو، مرحوم شریعت مداری، اینا رو میدیدم،
یه جمعه ما تیت زده بودیم رو جلد امید ایران، عکس شریعت مداری، بالاش نوشتم آقا را برای ما بگذارید. بعد توش نوشته بودم این دستای حزب الله هی برمی‌دارن نامه با آقای شریعت مداری می‌نویسن، حضرت آقای شریعت مداری آیت الله، اینایی که بین شما و امام جدایی میخوان بزادن دشمنان فلانه. بیچاره شریعت مداری تو امپاس می‌ذاشتن، اونم باید تایید می‌کرد خمینی رو. من نوشتم آقا رو برای ما بگذارید، گفتم آقا خمینی رو که بردید، این آقا رو دیگه بذارید برای ما باش. ما جمعه پاشتیم، امید پسرم و 5 سالش بود، پسر بزرگم، با راننده داشتم آقای بختیاری رفتیم قم، رفتیم منزل آقای اشراقی، آقای خمینی اونجا بود دامادش، نماز رو خوندن همه و بعد سفره رو انداختن، ما هم نشستیم. حسین خمینی برگشت به پدر بزرگش آقای خمینی، گفت اون کفگیر یه ذره میزش به عنوان تبرم، گفت آقای دکترم اینجا هستن، گفت آقای دکتر برن منزل شریعت مداری نهار بخورن. شما فکر کن این آدم کینه‌ای، عکس شریعت مداری رو جلد بود. بله. پسر من بچه کوچولو گرسنه بود، چلو خولش بخواست، من دستشو کشتم بلند شدم، آقای اشراقی اومد، حسین، ما اصلا سر رو انداختیم پایین اومدیم که حسن آقای شریعت مداری میدونه، رفتیم خونه‌شون، مرحوم شریعت مداری داد برای امید بردش اندرون، قضا براش بردن، برای ما قضا آوردن و رانندم. آقای شریعت مداری گفت یادتونه من بهتون چی میگفتم؟ این مرد انبوه کینه است، انبوه کینه است، و یادت باشه دیگه تو رو نمیبخشه، تموم شد. واقعا خمینی هم شده. به هر حال من متوجه شدم آقای نوری‌زاده که یک روزنامه‌نگار جوان در روزهای بحرانی ایران فعاله، بدون اینکه من اون رو از نزدیک بشناسم. بعدها گفتم جایی خوندم که شما در مدرسه بو علی سینا بودید، خب خود منم اونجا بودم، ولی خب 11 سال از قبل از شما و بعد زندانی بودن شما. خب این شخص توسط سواک زندانی شده، دیدگاهش چگونه است؟ یا تغییر پیدا نکرد؟ بله در آغاز انقلاب یک مقداری انتقاد شما نسبت به مثل همه توجه کردی، ولی میخوام ببینم که این خصوصیات نوشتاری شما از کجا شروع شد؟ از چند سالگی شما مینوشتی؟ من آقای لیمونادی از خیلی زود، من خودم از 11-12 سالگی، من انشای تصدیق شیشم در مسیر جهان تربیت انشای اول شد 20 گرفتم. خب مینوشتم با مرتضی عقیلی نمایشنامه تو مدرسه درست میکردیم، اون یه گروه داشت من یه گروه، میمدیم نمایشنامه اجرا میکردیم تو این کارا بودم. و از 14-15 سالگی که به همت پدرم و یک آقا سیفی که معلمم بود عربی رو یاد گرفتم و شروع کردم ترجمه، شروع کردم ترجمه ها رو این ور اونور فرستادن. ناصر ملکمدی صبح امروز چاپ کرد با شعرم میگفت. بعد عباس جان پهلوانم محبت کرد، 18 سالم بود، کنکور قبول شده بودم، یه روز با یه شلوار سفید و یه بلوز آستین کوتاه و کفش صندل رفتم اونجا، شعر نزار قبانی رو گشتم رو میزش، نگاه کرد گفت بچه خوزستانی؟ گفتم نه بچه تهران. اونم عاشق شعراست. آره. بعد گفت بچه تهرانه. ما در عرض 4-5 هفته شعر ترجمه بردیم اینا، عباس یه میز نشونم داد گفت برو بشین اونجا. در 18 سالگی. بله. گفت برو بشین اونجا. ما رفتیم نشستیم تو مجله فردوسی، خبرنگار شهری، صفحه آشنایان دور و نزدیک اون وسط، چند قبل دکتر امامی، رج امامی، کارگردان و مرد بزرگ تئاتر پیشم، بگو ای رضا یایت تو 18 سالت بود، من 20 سالم، سربازی بودم، تو یه خبر از من تو آشنایان دور و نزدیک گذاشتی، افسر ما فردوسی میخون، با اون خبر که فهمید من تئاتری بودم و آدمی هستم تو فردوسی راجبم مینویسن، هفته 3 روز به مرخصی میداد، گفت یه خبر تو. همه شاعران نویسنده دوست داشتن تو اون 4 صفحه خبرشون رو، خب من اینو مینوشتم. بعد عباس منو فرستاد، هر هفته یه گزارش تهیه میکردم به اسم گزارش شهری با اسم مستعار این ناوک که هنوزم اسمم هست، و اونجا مثلا یک بار میرفتم مردشو خونه، یه بار میرفتم سالن تشریح، یه بار میرفتم قلعه شهر نو که نوشتم خواهران تنهایی تو شماره 1000 فردوسی سر و صدای کردم، یه بار معتادار میگه، یه بار به شهریار قنبری با هم رفتیم، توریستای گشنه که از اروپا میمدن تو مسافرخونه ها 20 تاشون اون تو توی اتاق بودن تو خیابون برق فکر میکنم، بله همون چراغ برق اون رو. بعد رفتیم با اینا گزارش تهیه کردیم، معلوم شد اینا 4-5 دخترها با یه پسر میرن خونه علامه نوری، بهشون میگن اونجا دلال داشت،
ادعا میکنن مسلمون میخوان بشن، مسلمون میشدن، علامه نوری بهشون 100 تومن میداد، شبم اونجا میمونن، بعضی وقت هم سیغه میشدن و فرداش پامشتن میرفتن که برن نوک هیمالیا کاتماندو انقدر بکشن که همونجا بمیرن یا بنزن خودشون رو پایین و به عشق اونجا همم نشه. یه ماشین سیتروئن قرازم همه داشتن یا یه دونه مینی و از راه ایران میمدن جاده ابریشم، بله، میرفتن افغانستان و بعد پاکستان و بعد هند. با شهریار یه بار رفتیم این گزارش رو نوشتیم، بعد دیگه خوب ما نوشتیم دیگه. شهریار با شما هم کلاس بود، هم دوره بود در دبستان، با هم هم کلاس بودیم جان تربیت، بعد خب دوست بودیم با هم دیگه. بعد اونجا پهلوان به من مسئولیت‌های بزرگتر داد و این علیرضا جان میبودی هم اونجا بود. گاهی که پهلوان سفر میرفت میبودی رو مسئول میکرد، منم معاونش که مجله سر جا، ولی یکی دو بارم خود منو مسئول کرد که مرحوم جهانبانی که هیچ وقت یادم نمیره اون پدر بود اومد گفت باریکلا ندیه میده 18-19 سال. وقت جهانبانی یه صفتی داشت و عباسم هم بود، مواظب ما جوونا بود. موقعی بود که جوونا با یه شعر با یه چیز میفتدن تو اعتیاد. خدا شاید آقای لیمونه، من امتحان داشتم دانشکده، شب تا صبح درس خونده بودم، اومدم فردوسی سرم اونجوری گذاشتم رو دست. جهانبانی اومد من نگاه کرد، پهلوانم نگاه کرد، یه افتام آقای جهانبانی گفت پاشو. گفتم پاشو. منو ورداشت رفتیم خونمون پیش پدرم، گفت این داشته چرت میزده. پدرم گفت دیشب تا صبح درس میخود، من میدیدم تا صبح بیدار. گفت خب من خیالم راحت شد. در اینجا بد نیست به نقش مجله فردوسی در آن زمان اشاره کنم، یعنی سالهای 40 و 50 شمسی. من که در آن دوران پس از 15 سال در سال 1347 به ایران بازگشته بودم، پس از بررسی فیلم‌های فارسی که در تهران تهیه می‌شد به این نتیجه رسیدم که من زبان کوچ و بازار کشورم را نمی‌شناسم. پس کار من نیست که برای آن تماشاچی فیلم فارسی فیلم بسازم. اما در همان زمان مجله فردوسی خواستار این شد که من دیدگاه خودم را در ارتباط با فیلم فارسی ارائه دهم. اتفاقا طی صحبتی که با زنده‌یاد دکتر هوشنگ کاووسی هم که تحصیل کرده رشته فیلم بود داشتم، در این مورد ما با هم هم فکر بودیم و معتقد بودیم که فیلم فارسی جامعه ما را در آن دوران، یعنی 10 سال قبل از انقلاب، به بیراه میبرد. در آن دوران شاید هیچ نشریه‌ای به خودش اجازه نمیداد که در مقابل سندیکای فیلمسازان ایران بایستد و انتقاد کند، ولی مجله فردوسی به سردبیر عباس پهلوان این شهامت را داشت که مانند یک نشریه مترقی دیدگاه های مخالف را هم منعکس می کند. و این بود که ما در یک شماره هر کدام به ارائه دیدگاه های انتقادی خودمان پرداختیم. البته این فضای سازنده هم در آن دوران بارها با توقیف مجله فردوسی متوقف شد و شاید همه این قطره های سانسور و نارضایتی بود که برای عده‌ای به یک بار جمع شد و در سال 1357 فرش قرمز زیر پای آقای خمینی گردید. بگذاریم به نوریزاده گوش میکنیم. ببین آقای لیمونادی، به فکر پهلوان و جامونی به فکر ما بودن، این خصوصیات هنوز هم داره و اون بچه هایی که رفتن تو اعتیادیونه کسایی بودن تو فردوسی دیگه راشون ندون در رو بست. من کوشش میکردم، تلاش میکردم، کار میکردم. بابا سومین حقوق تو فردوسی من میگرفتم، یعنی میخوا بگم خیلی خوب بود. و خب پس از اون فعالیت های حالا اولیه که روشن شد، شما معلم انشای خوبی داشتید، از قرار همون معلم انشای من بوده تو دبیرستان بو علی سینا. من همه معلم ها دیروز که با هم صحبت کردیم معلم های شما هم بودن دیگه. بله. نه خب 10 سال فاصله بود، من فقط مدیر رو یادمه که شمالی بود. بله. فقط مدیر رو آقای چمنی. بله دقیقا آقای افشارم. خب شما شانسی نداشتید چون من کلاس 9 رو که خوندم دیگه طاقت نداشتم، بعد ایران رو ترک میکردم. نه من بعد از اونجا که در مدرسه بو علی سینا شاگرد اول شدم و خب شاگرد اول تهرانم شدم، بعد دانشگاه شرکتم پهلوی قبول شدم دانشگاه ملی، بعد دانشگاه تهران که اومد دیگه اونا رو ول کردم. دانشگاه تهران هم جزء ردیفای اول بودم، به همین دلیل میتونستم هر رشته ای رو تو گروه علوم انسانی انتخاب کنم. من حقوق انتخاب کردم که رفتیم دانشکده حقوق و
و در اون زمان تو فردوسی هم کار میکردم. بعد عباس رو که ممنوع کردن به خاطر اون تیتری که زد عروسی شرم‌آور، دو تا پسرای بزرگان مملکت تو هتل ونگ ازدواج کردن. بله یادمه. پهلوان نوشت. نه. برکنار کردن. ماها تیممون اومد پایین از فردوسی و پراکنده شدیم. تقی مختار ماهینا رو در ورد، رفتم با تقی. از دو صفحه نقد نقاشی شروع شد به 7-8 صفحه کشید. کار من. با دکتر عنایت تو نگین کار کردم. با مرحوم پوروالی تو بامشاد. مرحوم نبندی با آقای هدایت متین دفتری صحبت میکردن، با ایشون هم که استادم بود. بله. و نوه دکتر مصدق، ایشون میگفت من در کنار سینما تاج یک دفتری گرفته بودم. بله. مقابل کوچه رامسر که استودیو اول من اونجا بود، گفت همونجا هم آقای نوریزاده دفتر داشت. شما اونجا چه کار میکردی؟ دیگه دفتر مجله فردوسی بود. اه؟ تو رامسر بود اول. ما خب از اونجا چون تو رامسر بود. پس اومده بود. اول تو رامسر بود، ما اومدیم پیش دکتر مجید دفتری چون دوستش داشتم. جاله. استادم هم بود، میرفتم میدمش. دکتر مجید دفتری یه کاری کرد که هیچ‌وقت یادم نمیره. تو جریان اعتصاب مطبوعات که بعد ما برگشتیم، صنفای مختلف اومدن روزنامه اطلاعات به ما تبریک بگن. دکتر مجید دفتری هم با هیئت کانون وکلا اومد. ما گل انداختیم گردنش، او گل ورداش انداخت گردن من. براوه. هیچ‌وقت یادم نمیره. براوه. همیشه این مهرش به من داشته و با من لطف داشته. مریم خانم ایشون و درودش میفرستن. آقای نوریزاده، پس از اون روزها که شما هنوز دکتر نوریزاده نبودی، فقط نوریزاده بودی، علیرضا به هر حال به انقلاب کشید و اون دوران من وقت تو رادیو تلویزیون هم بودم. بله، اینم بگم کانال 2 اگر اشتباه نکنم. بله ببینید، من تو رادیو تلویزیون اول مجله بود، اونم مجله زن. بله. در برنامه خانم ویکتوریا بهرامی، برنامه زن و زندگی. در اینجا من مطبوعات عرب رو، مطالبی که راجع به زنان بود، برجسته ترجمه میکردم. اونجا با آهنگهای عربی پخش میشد. یه دوست دیگه هم داشتیم مال فرانسه، یه دوست دیگه هم داشتیم مال انگلیس. مرحوم جعفریان خیلی از این خوشش اومد. یه روز منو صدا زد. من رفتم پیشش. گفت تو عربی بلدی؟ گفتم بله. شروع کرد با من عربی حرف زدن. گفت من اصلا نمیدونستم تو چرا ازت استفاده نمیکنه اینا. برو پیش نیکخا. من رفتم پیش مرحوم نیکخا. نیخا گفت واره برای اطلاعات و اخبار، یعنی سرویس اخبارمون. یه مقدار با اون کار کردم. بعد دیگه مسئله اومدن به انگلیس شد. بعد از اینکه از انگلیس برگشتم، گرگین اومد. من توی رادیو ایران جنگ داشتم به نام شبانه های یک شبه. صحیح. یه هفته فرهنگ بود، یه هفته من جنگ شب داشتم و شبانه های یک شبه خیلی گرفت. برنامه 3 ساعت من جوان 25 مقامی هم با شما همکاری داشتم. نه اون بعدن، حالا یه جوان 25 ساله 3 ساعت برنامه جنگ شب زنده تو رادیو ایران جمعه ها. بعد گرگین اومد رادیو تلویزیون 2 رو بنیاد کرد. اونو که بنیاد کرد ما تیم شدیم. تیم ما تیم صبح بخیر ایران و عصرانه با رادیو 2 بود. من نویسنده بودم. برای اولین بار در کار رادیو تو برنامه زنده نویسنده بغل گوینده میشست، همونجا مینوشتم میدم قائم مقامی میخوند، آقای اسماعیل میرفخرایی تو عصر. بله. میخوند. و چه دورانی داشتیم، چه دوران سازنده. یه جنگم داشتم به نام نگاه که جمعه ها ساعت 10 شب بود، بعدش اسقر طاهری برنامهش بود، یاد دیروز، یعنی برنامه فرهنگی اون وقت بود. خیلی کار کردم. نوروز و خونه علی حاتمی نازنین زنده یاد، نوروز 56 و 56 تو خونه علی حاتمی بودیم. جشن رو از خونه علی حاتمی 3 ساعت برنامه از اونجا اجرا کردیم. براه. با زری حاتمی. و خیلی جالب بود اون ماجره اون روز. و لیلا که بچه کوچولو بود و اونجا ما برنامه نوروزی اون خاطرات بسیار شیرین اون دوره است دیگه. دورانی که هنوز سالم بود فضا، هنوز هوایی بود و میشد تنفس کرد. ابتکارات خریدار داشت. دقیقاً. من تمام کتابام زمان شاه در اومد. دقیقاً. اینجا کتابای بنده آقای خامنه ای تو نمایشگاه کتاب رفت، عاشقی از فلسطین محمود درویش، اینو برداشت تو غرفه امیرکبیر. برداشت نگاه کرد و به بچه که تا باز کرد اسم من، پرت کرد اونجا رفت. بله دیگه. خب این مدل برخورد اون زمان
ساواک هم ما رو میبرد یه تذکری میداد و یه پشتاری میداد. نه قابل مقایسه اصلا نیست، قابل مقایسه. به هر حال شما اون دوران رو گذروندید تا دوران انقلاب که به عنوان تنها روزنامه‌نگاری که گزارش‌های تاریخی رو به ثبت رسوند در ارتباط با روزهای هیجان انگیز انقلاب، اون رو هم پشت سر گذاشتیم. بفهمید شما چه مدت پس از انقلاب ایران رو ترک کردی؟ ببینید روزی که مرحوم طالقانی درگذشت، تابستان بود اگه بله، امید ایران تعطیل کرده بودن به دستور خمینی. بچه‌های امید ایران اومدن تو جاده شاهنشاهی جگری درست کرده بودن، جگرکی امید ایران. تمام بچه‌ها رفقام لیلی گلزار اینا اومده بودن سیخ جگر گفت ملت هم میمدن به خاطر حمایت از امید ایران میخریدن. ما 500 هزار تیراژ داشتیم آقای لیبرالای در تاریخ، 3 تا چاپ میکردیم. بعد من به اتفاق علی ظاهرزاده معاونم و سیاوش خورشیدی معاون فنیم اومدیم فرانسه، رفتیم دکتر بختیار. چه تاریخی بود؟ مرداد 58. صحیح. رفتیم دکتر بختیار رو دید و بله مرداد شهری بر بود. خیلی هم بختیار لطف کرد، تو راسپیل بود، خونه پسرش بودن. گفت آقا بیایید من هزینه میدم بریم مجلتون رو درارید، برومند پول میده و این کار بود. ما اومدیم بیایم لندن، من که قبلا اینجا درس خونده بودم اینا گذاشتم بیام، علی ظاهرزاده خورشیدی رو نگه داشت، راه ندادن. اینا برگشتن پاریس، در نتیجه من افتادم به لندن، اونا پاریس، و همین جوری ماجرای نشریه در آوردن طول کشید تا اینکه یه روز یه جلسه اینجا گذاشتن در لندن توی سینمایی، گفتن طرفداران آقای دکتر بختیارم میان. کی گذاشته بود؟ حالا براتون میگم. من در تماس بودم با دکتر بختیار، آقای امیر پرویز هم بودن که پسر برادر امیر پرویز که وزیر کشاورزی بود، ایشون هم یه دفتری داشت که من یه اتاقی داده بود، من اون تو بود. من رفتم تو اون جلسه دیدم یه عده اومدن سخنرانی‌های شدید علیه همه چی، جبهه ملی، مصدق، بعد دفاع از مثلا ساواک، کارهای اینجوری. من پاشم اعتراض کردم و گفتم این جا جای بختیار نیست، اینجا جای طرفدار بختیار. اومدم بیرون، رفتم پاریس، رفتم به دکتر بختیار، گفتم دکتر بختیار جای من اینجا نیست، من برمیگردم ایران. گفت برو اونجا اگه کار میتونی بکنی برو. ظاهرزاده و خورشیدی هم برگشته بودن اوردی ایران، من رفتم ایران. چه تاریخی بود این؟ در واقع بهتون میگم در... نه الان میگم، این در سا... در حدودا آذر 58 بود. آذر 58 من برگشتم ایران، رفتم ایران و حالا مشکلی برای گروگانگیری شده نه تا اونجا نکردن. تا اونجا نه، رفتم ایران، گروگانگیری شده و چه سر و صدایی و چه خبری. و من رفتم ایران، یه مثلا دو هفته بعد، سه هفته بعد یه نوار دادم بیرون، شروع کردم کارامو تو نوار منتشر کردن، رو جلد عین امید ایران درست کردم، اسمشو گذاشتم امید ایران دیگه، ولی نوار سر چهارا 30 تومن میفروختن. مثل که علیرضا میبودی هم چه کاری حالا میکن. بعد با علیرضا هم با هم یه در آوردیم شبانه که مال من، یه ور علیرضا بود یه ور من، یه دون راجب تختی در آوردم. اینو که دادیم بیرون خیلی گرفت، پول خوبی هم برای ما اومد که بتونیم بعدی رو بدیم. یه نوار دادم ایران، بهار سرخ، و بهار سرخ هم خیلی تند بود، آن دوزخی بهشتی نام مثلا اینجوری تو این حد. اینو دادیم بیرون، شماره پخش که گذاشته بودیم چون دفتری اون وقت نداشتیم مال کوروش یغمایی بود دوست، شب ریختن دفتر کوروش، کوروش رو گرفتن، کوروش رو از اون به من خبر ندارم، این مال نوریزاده است، شب ریختن خونه ما، ریختن ما رو گرفتن و حالا تو خونه من عکسای بختیار بود، همه چیزم، وسایل لهو و لعب، خود تصور دوره داشتیم و فلان. منو بردن و من زنگ زدم، یه زنگ تلفن به من اجازه دادن به قدسوده، شب عیدم بود، قدسوده اومد من آورد بیرون. خیلی جالب بود، من آورد بیرون. به یادم اومد که سال 57 تو اسفند ماه من رفتم و یک دوست نازنینی از همکارانمون رو آوردم بیرون و دیدم درست قصه تکرار شد با قدسوده. با قدسوده
ما اومدیم بیرون دیگه نوارم نمیشد دیگه بیرون داد، با علی اومدیم یه مقدار فرهنگیش کردیم، کارهای فرهنگی کردیم با علیرضا و یه دو سه تا آدم اطمینانی بود، اینا بچه‌های جبهه ملی بودن، طرفدار جبهه ملی، هزینه‌شو میدادن تا اینکه جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری شد. من تیمسار مدنی رو خب باهاش بودم، رفیقم بود، همه جور در این حال قدس‌زاده‌ام گفته بود کمکم کن. ما قدس‌زاده اومدیم، یه دوستی داشتیم ایرج شهریار ملکی، یک نمایشگاه آشپزخونه فیبال داشت تو تخت‌طاووس، طبقه بالاشو داد قدس‌زاده، یه چک 150 هزار تومانی هم نوشت داد بهش، چون پول نداشت اصلا، داد بهش برای هزینه. یه مشایخی هم بود، سروان اخراجی ارتش بود، از اون توندا اونم آورد کردیم رئیس مدیر اون دفتر. بچه های حضرت عبدالعظیم گوریزون برای قدس‌زاده گذاشتن، یه پولی براش جمع کردن، به هر حال اونجا بود و اینم فکر میکرد که شاه رو تحویل میگیره. یه روز تو وزارت خارجه بودیم با همین شهریار ملکی، قدس‌زاده تلفن دستش بود با وکیلش صحبت میکرد، بعد گذاشت گوشی دارم گفت میگیریم شاه رو، اینجوری هم زد رو دستش. شهریار ملکی اشکش در اومد، پاشید من یه کادیلک سفید داشت، نشستیم توش به طرف خونش، این زار میزد، علی اگه شاه رو بگیرن چی؟ قدس‌زاده میگه میخوان قفس درست کنن تو امجدیه بکنش تو قفس. فاجعه بود، گفتم محاله این کار بشه، محاله. شاه بنده الان همیشه شهریار ملکی به من میگه، میگه تو چجوری پیش بینی کردی؟ گفتم من میدونستم شاه سرنوشتش اون نخواهد، من شانس هم آوردم. حالا ساداتی بود اون مرد دلاور. آقای لیمونادی، ما این روزا رو گذروندیم تا اینکه دانشجوهای خط امام، این نوارم دستشون افتاد، اومدن در تلویزیون به تحریک آقای بهشتی و دیگران، نوریزاده جاسوس آمریکا. حالا فکر کنید امیر انتظامت بیچاره رو از سفارت آوردن گرفتن، میناچی وزیر ارشاد رو گرفتن، من که مثلا آب خوردن میگرفتن. چی گفتن؟ تو اسناد پیدا شده بود که آقای شلنبرگر وابسته فرهنگی به مناسبت آمدن پروفسور جیمز بیل مهمونی داده، سردبیرها رو دعوت کرده. بله آقا این معلومه. یا آقای بری روزن وابسته مطبوعاتی نوشته امروز رفتم دیدن نوریزاده که نیوزویک ایران رو در میاره به اسم امید ایران، چه مجله فلان اینا، نوریزاده میگفت این توده‌ای ها همه دور خمینی ریختن. خب این باعث شد که شما حالا جالب اینه، من فردا صبح پاشدم رفتم دادستانی با آقای قدوسی، گفتم من اعلام جرم میکنم. آه تو دیوانه ای با این اوباش، پدرت با خدا تو گور میلرزی، میشناخ پدرمون اینا، وزیر رو گفتم من نوشتم اعلام جرم علیه اینا، عباس عبدی و حسین شغل اسلامو اعلامش. بعد رفتم تو روزنامه اطلاعات، جایی که خونم بود چاپ نکردم، ولی در روزنامه کیهان، محمود هجرت که برادرش نماینده کیهان در کرج بود، محمودم خبرنگار بود اونجا، اون برد و چاپ کرد. من هیچ وقت یادم نمیره جواب منو به دانشجویان خط امام شد، چون نوشتم بود، نوشتم در منزل وابسته فرهنگی به اتفاق پسر برادر آقای اشراقی رفتیم، آقای علی اشراقی با هم دیگه رفتیم. خب اونا منظوری داشتن، نگفتم با هم رفتیم. حرفی هم اونجا رد و بدل شد، در حضور فامیل امام خمینی بوده، بنابراین خلاصه آقای لیمونادی. بعد دیگه اوضاع بد شد، بد شد، هر روز محاصره، هر روز در خونه علکی نگه داشتن، خاطرم هست خبرش، اوضاع خیلی بد شد. تا اینکه یه روز قدس‌زاده به من گفت باید بری، گفت من جایی بودم، چیزی شنیدم و نگران. کمک شد دیگه. 12 شب سرهای محبی، خدا رحمتش کنه، اون مرد دلاور، پدر خانم محبی که تو لندن با نهضت مقاومت ملی همکاری، اومد خونه ما. 12 شب دو تا چمدون و منو برداشت، برد توی فرودگاه، در المپیک ایرلاین تای هواپیما تو تاریکی شب منو نشوند. روز بعد همسر و فرزندانم قاطی مسافران اومدن، من اون تقایم شدم، قرار بچهای من ادن صدا نکنن، همسرم هم جیبشون گفته از مرز ایران که رد شدیم، پسر دومه نوید داد زد بابا علی جون دوید طرف من و اومدیم به یونان. 20 روز یونان بودیم، اومدیم آلمان، 67 روز آلمان بودیم تا بعد رسیدیم به انگلیس، به مرکز. به هر حال این
35-6 سالی که ما همدیگر رو میشناسیم، من میدونم که شما چگونه این 40 سال گذشته رو گذروندی. از این که بگذریم، خواستم نظرتو آقای نوری‌زاده راجع به تاریخ بپرسم. فکر میکنی با این شناختی که شما از 40 سال گذشته داری، فکر میکنی تاریخ در رابطه با این 40 سال چگونه قضاوت میکنه؟ درباره مغولاب گفته بودن آمدند و کشتند و بردند و سوختند و رفتند. در مورد اینا چیزی شبیه به همین خواهند گفت، منتها تفاوتش اینه که مغولها بعد از یه جنریشن آدم شدند. اولجایتو شد محمد خدابنده، فرق کردن، ساختن یادگاری زیغ اولوگ اون از بیرون اومده. بله، حالا عرض میکنم تازه بیگانه بودن. اینا که خودیای بدتر از بیگانن، اینا چند اثر مخرب دارن که حداقل 4-5 نسل ما گرفتارش. یک، ایمان رو تو جامعه از بین بردن. مردم یه اعتقاداتی داشتن، بد یا خوب اعتقادات. از شاه که میگفت حضرت عباس من رو اسب گرفت افتادم، تا گدا، همه اعتقاد داشتن. اخلاق رو در شنیع ترین وضعش فاسد کردن. هیچ چیز در جامعه ما دیگه تابو نیست، هیچ چیز. بچه 4 ساله تجاوز بهش میشه، پدر با بچهش فرزند داره از اون، برادر با خواهر، اصلا چیزای اخلاقی همه چی از بین رفته. اثر بد دیگری که اینا گذاشتن، دزدی رو مشروع کردن. یعنی تو که حاکمی میتونی بدزدی. وزیر نفت رستم قاسمی، وزیر نفت احمد نژاد در 2 سال 2.5 میلیارد دزدیده. آقای خامنه‌ای پاداش بهش میده، وقتی میره کنار میکنتش رئیس مرکز تجارتی با عراق و سوریه. پس خب این رو هم میگوشم. بعد در روابط خارجی شکلی شمایی از وحشی ترین مدل یک نظام مذهبی رو عرصه کردن. 38 سال ما با امریکا رابطه نداریم. چرا؟ بله. چرا؟ ویتنام ببینید از امریکا چه بهره گرفت که امریکا ویتنام با خاک یکسان کرد. البته در حالی که به ما نه حمله کرده نه کار. از من بپرسید چون وحشت دارن. ببینید من همه اینا میخوام بگم، ما رو منزوی کردن. کشورهای همسایه عرب ما عاشق ایران بودن. درست. سالی 10,000 سعودی و بحرینی و کویتی و اماراتی تابستون اومدن ایران. بله. شمرون خونه میگرفتن. بله. میرفتن کیش؟ شیراز. بله. شیراز، شمران، بله. فلان، مشهد. بله. چقدر مشهد میرفتن شیعیون. اینا باعث اون شد. بعد نمادی شدن از تروریسم. هرچی گروه تروریستی با اینا یه رابطه داره. ما 4-5 نسل مصیبت این رو بعد پس بدیم. و خواهیم داد. الان 3 نسل شدیم آقای لیموناتی. درست شده؟ نسل ما، فرزندان ما، فرزندان فرزندان ما الان 3 نسل شد و بیشترم خواهیم داد. منم ما به آینده ایران خیلی امیدوارم. من معتقدم بعد از این بالا 40 سال 50 سال سیاه ما وارد یه دوران دیگه خواهیم شد که چند مزیت داره. یک، خرافه و مذهب بازی از جامعه رخت میبنده. قبول دارم جامعه اعتقادات خودش خواهد داشت. مسلمون، زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی داره، ولی این دیگه تعیین کننده سرنوشت یک ملت نیست. در سیاست دخالت نخواهد داشت. مردم هویت ملیشون رو الان کم کم میبینید نسبت به قدیم. بله. چقدر ما به ایران علاقه مندیم. بله. چقدر بله. نمادهای بله. ایران بله. کوروش بله. کی فکر میکرد؟ بله. رضاشاه. بله. کی راجع به رضاشاه اینجوری فکر میکرد؟ اینا داریم باز میابیم، داریم یا و این برای نسل‌های بعدی خیلی بهتر خواهد بود. ایران رو دوست می‌داریم، عزیزه، خار به پای ایران خانم نمی‌خوایم بره و این در نسل‌های بعدی تجلی پیدا خواهد کرد. هزاران جوان ایرانی در سراسر جهان با ده‌ها زبان و فرهنگ فرصت بازگشت به وطن خواهند داشت و این نیروی عظیم ببینید ایران رو چیکار خواهد کرد. بنابراین من ناامید نیستم. من امیدوارم 40 سال اینا رو به عنوان سیاه‌ترین دوران تاریخ ازش یاد خواهند کرد. بعضیا میگن دورانی که محمود و اشرف افغان تو ایران بودن بده، نه، این سیاه‌ترین دورانه. فجیعه. از اون 200 سال اولی که اسلام اومد خیلی سیاه‌تره. از دوران مغول و چنگیز و هولاکو و غیره سیاه‌تره. اما در پس این سیاهی روشناییه و مطمئن باشید این ملت بزرگ به اوج و اعتلا و سرفرازی دوباره خواهد رسید. خب من آخرین سوالی که از شما دارم در ارتباط با تصویر محمد رضا شاه پهلویه،
چون به هر حال دوران انقلاب رو ما خوب خاطرمون هست، دوران خیلی پر بلبشوی بود، همه چی به هم ریخته بود. دید انتقادی من شخصا نسبت به پادشاه ایران داشتم، در نوشته‌های شما هم دیدم دید انتقادی داشتید. سوال من از دکتر علیرضا نوری‌زاده اینه که آیا چهره محمد رضا شاه پهلوی 40 سال پیش با چهره محمد رضا شاه امروز برای دکتر نوری‌زاده متفاوته یا نه؟ کاملا. ببینید، شما هر چی بدیهایی که در اون زمان نسبت میدادیم، که حالا ساواک بود، زندان بود، غیره، اینا هزار برابرش رو انجام دادن با یه تفاوت. اون همه خوبی اون دوره رو دیگه نداریم. امروز برای همه روشن شده شاه آدم وطن پرستی بود. امروز برای همه روشن شده این دروغایی که میلیارد ها برده اینا دروغ بود. درست. از همه چیز دارم 37 سال پادشاهی کرد، حقوق خودش هم میذاشت تو بانک، بهرش رو میگرفت و هم اینقدر پول داشت. حالا شما نگاه میکنید این گداگشتهایی که میلیارد دزدیده. نکته بعدی اینه، این 57 سال پهلوی ها فرصت کردیم بشیم چیکار کرد برای ما. ایران 1399 کودتای سوم بود، سوم اسفند تا بهمن 57، اینو بذاریم جلو چشمون، ایران کجا بود، ایران کجا رفت. و اینو اگر بذاریم جلومون، دوست عزیز ما دکتر فرابخش این کتاب انقلاب مخمل پهلوی ها واقعا نشسته اینو دقیقا یعنی زیر ذره بین گذاشته این مدت رو، این زمانه رو، و نشون میده که آقا مملکت ما چی بود چی شد. پس مسلم برای محمد رضا شاه حتما خدا بیامرز خواهند گفت و یادش رو گرامی میدارم و همینطور رضا شاه رو. برحال اون چهره که ما قبل از انقلاب، در حدود قبل از انقلاب میشناختیم، با امروز کاملا متفاوته. این یه واقعیت تاریخی است. نقشی که توده یا در مشوه کردن و سیاه کردن نقش شاه داشتن اصلا این کار ناپذیر. برحال خیلی خوشحالم که امروز تونستیم با هم در ارتباط با گذشته علیرضا نوری‌زاده از مدرسه و کودکی تا به امروز صحبت کنیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.